سلام، به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. طبق گزارش ها سرمربی از فقر ریال مادرید یکی از سه گزینه برای جانشینی سولشایر در منچستر یونایتد است. ریال مادرید به نظر می رسید بازنده سانسیرو را تر خواهد کرد، ولی کارلو آنجلوتی بین دو نیمه تغییرات در تیم داد که ورق را عوض کرد. ماجرای بازگشت آنتوان گریزمان به تیم اتلتیکو مادرید همچنان درگیر حواشی بسیار است و به نظر می رسد که رفتن این مهاجم فرانسوی به جمع آبی اناری ها و برگشتنش به مادرید هنوز هم نقطه تاریک در پرونده گریزمان از دید هواداران اتلتیکو مادرید به حساب می آید. منچستر یونایتد با داشتن ستاره های نامدار نظیر کریستیانو رونالدو در ترکیب خود چهارشنبه شب اما عملکرد ضعیف از خود به نمایش گذاشتند و در نهایت مغلوب این تیم گمنام سی‌وی‌سی شدند. داشتن چنین ترکیب با ستاره برای یک مربی میتواند خطرساز باشد، چرا که در صورت عدم کسب نتیجه بسیار زود ممکن است اخراج شود. در همین رابطه نشریه دیلی اکسپرس خبر داده که سرمربی کنونی شیاطین سرخ به صورت جدی خطر اخراجش را حس میکند. رسانه های انگلیسی گزارش دادند که اگر تیم پرستاره نتواند نتیجه بگیرد احتمال اخراج مربی زیاد خواهد بود. در صورت اخراج این مربی اهل نروژ، دیلی اکسپرت به گزینه‌های جانشین سولشایر در منچستر یونایتد اشاره کرده است. آنتونیو کونته، براندن راجرز و زینتن زیدان سه گزینه اصلی هستند. سرمربی فرانسوی از فقر ریال مادرید پس از جدایی از جمع کهکشانی‌ها در حال حاضر بدون تیم است. در این صورت منچستر یونایتد میتواند با لطف در اختیار داشتن سه بازیکن محبوب و یعنی کریستیانو رونالدو، رافائل واران و پال پوگبا این بازیکن را به خدمت بگیرد. از سوی هم احتمال انتصاب آنتونیو کونته نیز محتمل است. سرمربی از بقیه انتر که مذاکرات هم با آرسنال داشته از زمان ترک باشگاه ایتالیایی بدون تیم است و حالا این فرصت را دارد تا دوباره به لیگ انگلیس برود. آخرین گزینه هم برندن راجرز است. گزارش ها می رساند که او برنامه هایی برای ترک لستر سیتی ندارد. منچستر یونایتد در لیگ قهرمانان اروپا بازی مهم دیگر مقابل ویاریال دارد که ناکامی در این بازی می تواند سولشایر را به خط پایان برساند. رئال مادرید در برابر انتر در بسیاری از دقایق نیمه اول به نظر می‌رسید ریال به باخت برابر انتر نزدیکتر است تا پیروزی. این حس وجود داشت که دیر یا زود دروازه ریال مادرید باز خواهد شد و یک تیبو کورتوای آماده که هرچی رسید را مهار کرد اجازه نداد تا ریال بازنده راهی رختکن شود. ضعف‌های دفاعی مشهود بود و مشخصاً یک جای کار ریال مادرید ایراد داشت، ولی یک دروازه‌بان بزرگ به درد همین روزها می‌خورد. ریال از درخشش کورتوا سود لازم را برد و نیمه دوم را با چهره‌ای متفاوت وارد زمین شد. بین دو نیمه نیاز به تغییرات حس میشد و کارلو آنجلوتی سرمربی تیم باید به فریاد تیم میرسید که با ادامه روند نیمه اول قطعا بازنده میدان میشد. کارلتو نیز همان کاری که از یک مربی بزرگ انتظار میرود را انجام داد. رئال مادرید تا به اینجای فصل 5 بازی انجام داده و حاصل کار 4 برد و 1 تساوی بوده است. این بهترین شروع از فصل 2017-2018 است و تقریبا در همه بازی ها ریال نیمه دوم بهتر از نیمه اول داشته و کارلتو توانسته چهره تیم را در 45 دقیقه دوم به کلی حواس کند، اتفاقی که در سانسیرو هم رخ داد. شاید هر اندازه تعویض‌ها و تغییر تاکتیک‌های زیندن زیدان قابل پیش‌بینی بود و در مورد آنجلوتی حکس این قضیه صدق می‌کند. برای شروع او وینیسیوس را یک خط جلوتر بود. وینی کم عقب‌تر بازی می‌کرد، ولی در نیمه دوم یک وینگر چپ مهار نشدنی نشان داد. کارلتو که با میدان دادن به لوکاس واسکز خیلی ها را شکوف زده کرده بود، به موقع اقدام به تعویض او کرد و در حالی که همه تصور می‌کردند ایدن هازارد وارد زمین خواهد شد، او روی سرعت بالاتر رودریگو گویس حساب کرد. رودریگو با سرعت بالایش به بازی در سمت راست عمق بیشتر داد و از آن پس ریال مادرید شروع به طراحی عملات از کناره‌های سمت راست کرد. برای تکمیل تغییرات لوکا مودریچ که خسته شده بود از زمین خارج شد و ادواردو کامابینگای 18 ساله کنار فدی والبردی قرار گرفت. گلی که بر ریال به ثمر رساند حاصل همکاری همین سه بازیکن بود. فدی پاس اول را از رودریگو گرفت. کامابینگا به درون محوطه انتر نفوذ کرد و پاس دریافتی از ستاره اوروگوئه را بی‌درنگ برای رودریگو فرستاد که به قلب خط دفاع انتر زده بود تا سانسیرو به این صورت فتح شود. هرچند برای نتیجه گیری زود است، ولی همین 5 بازی به خوبی نشان داده که ریال مادرید برخلاف تصورات مجموعه غنی و خوب در اختیار دارد و مهمتر این که کارلو آنجلوتی بزرگ را روی نیمکت میبیند، کسی که تفکراتش میتواند ورق یک بازی بزرگ را برگرداند. یک شنبه در مستایا نوبت آزمون دیگر برای ریال مادرید متحول شده آنجلوتی است. با نقل از رسانه های اسپانیایی، هواداران اتلتیکو مادرید اسپانیا همچنان از آنتوان گریزمان، مهاجم فرانسوی سابق این تیم که یک رفت و برگشت به تیم بارسا داشته، ناراحت هستند و از فلیکس که تقریبا به عنوان جانشین گریزمان به روخی برانکو قرارداد امضا کرده بود درخواست عجیب داشتند. روز ششنبه هنگامی که فلیکس به محل تمرین اتلتیکو مادرید رسید، هواداران یک درخواست از این بازیکن داشتند و به او گفتند: ژائو، گریزمان را متوقف کن، تو باید او را مصدوم کنی، او نباید پیش از تو در ترکیب باشد. فلیکس البته واکنش معقول به این درخواست داشته و این گونه به هواداران پاسخ داده است: شما باید احترام بیشتر به گریزمان بگذارید، او اکنون بازیکن تیم ماست. ژائو فلیکس در جریان دیدار مقابل پورتو در هفته نخست مسابقات لیگ قهرمانان اروپا به جای خود گریزمان وارد بازی شد و البته نه او و نه هم مهاجم فرانسوی اتلتیکو مادرید هیچ کدام موفق نشدن راه را پوچان مادریدی را به سه امتیاز و کسب پیروزی در این مسابقه برسانند.
سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.